بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الحكيم في سورة الأعراف فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران وخواهران عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امروز روز چهارشنبه است مصادف است با 26 ربیع الاول 1439 هجری قمری و 13 دسامبر 2017 میلادی. طبق معمول با شما برنامه فلاح را می داشته باشیم و موضوعی که امروز هم خدمت شما به عرض می رسانیم نظر به که هنوز در ماه مبارک میلاد نبی میلاد نور صلی الله علیه وسلم هستیم. موضوعاتی را که صحبت میکنیم بازم ارتباط دارد به شخصیت بزرگوار سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است. پیشتر از او البته موضوع امروز زیادتر ارتباط با مسائل تاریخی و نسبیت یا اولادوار بودنی که پیغمبر از نظر نسب یا به کدام یک از پیامبران میرسد خدمت شما بسیار خلاصتاً به عرض میرسانیم. اولاً به خدمت شما به عرض برسانم که بعضی از برادرها سوالات کردن، خصوصاً سوالات تاریخی بسیار قدیم را که آیا همی خود مسئله سام و سامی بودن و که میگن فلانی نژاد سامی ای چی هست و درباره از این معلومات میخواستن. البته خدمت شما به عرض برسانیم که نظر به خود روایاتی که قرآن عظیم الشان دارد و عقایدی که ما و شما داریم الحمدلله با قرآن عظیم الشان و در اینجا میبینین که زمان بعد از حضرت آدم علیه السلام که پیامبر بزرگی بود اولین به اصطلاح پدر همه بشر بود انسانها بود و بعد از مدت یکی از پیامبران بزرگ اولوالعزم یعنی صاحب عزم که زحمات و تکلیف های زیادی در دعوت الهی کشیده نامش نوح بود. بعدا نوح همه شما می دانیم نظر به ثبوت آیات قرآنی که بعد از اینکه حضرت نوح مردم را دعوت می کند به توحید و برای عبادت خداوند با اون مسائلی که برایش وحی شده بود و نازل می شد و که بعد مردم امر می کرد و بالاخره مردم بسیار کم برش رجوع کردن یا ایمان آوردن و همی بود که خداوند اون مردم رو به غضب خود گرفتار کرد و یک طوفان نوح به وجود آمد که طوفان نوح میبینیم اثبات طوفان نوح و ساختن کشتی و نجات دادن یک عده از مؤمنین همو وقت کسایی که ایمان آورده بودن برای نوح و برای شریعتش باور داشتن یک عده خداوند نجات میده توسط کشتی که نوح میسازه و در اون وقت است نظر به روایات مختلفی که البته روایتی که از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میباشه رضی الله تعالی عنهما بازم تکرار میکنم که زیادتر وقت به یک صحابی را زمانی که میگیم رضی الله تعالی عنهما کلمه عنهما از تثنیه است یعنی اطلاق برای دو نفر میشود معنای از این دارد که خود پدر از این شخص هم صحابه بوده جاتر حضرت عبدالله بن عباس رو میگن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه هم از خاطر از که نام عبدالله هم ذکر شده و نام عباس پدرشان که کاکای نبیست صلی الله علیه وسلم است در او هر دوش از جمله صحابی بودن و اون واسه است که او را به صورت دوگانگی ذکر میکن و به حضرت عبدالله بن عباس میگه که تعداد اشخاصی که از طوفان نوح نجات یافتن و بعد از مسئله برطرف شدن خود طوفان یا به نسل بشر ادامه دادن در حدود 80 نفر بوده
و این روایت است و خود قول حضرت عبدالله بن عباس. البته روایت های دیگر هم هست که تعداد در کم و زیاد گفته. حالا زمانی که از طرف هم حضرت نوح طوری که مورخین عهد عتیق عهد قدیم تاریخ نوشتن، حضرت نوح میگه 4 پسر داشته. یک پسرش به نام سام نام داشته که سام امو واسطه است که میگه وقتی که سامی میگین یعنی کسایی که از اولاد سام بن نوح هست، سام پسر نوح. و یک پسرشان به نام حام نام داشته که به هی، البته سین به سام به سین نوشته میشه، سین و الف و میم. و پسر دیگه شان به نام حام بود، هی حلوا یا هی حلقی که به اصطلاح هی حلقی به اصطلاح خود تجوید میگن. و ای حام خود پدر امی خود نسل سیاه بشر است که سیاه پوست است. و یک پسرش یافس نام داشته که یافس هم اولاد داره، اولادای مختلفی که به طور مثال رومیه ها و مثلا خود ترک ها و غیره، غیر از نژاد سامی و حامیده کلش میگن که اولاد از نسل بشری که فعلا میبینیم اولاد از یاست. و یک پسرش هم به نام کنعان نام داشت. و اما زمانی که حضرت نوح در کشتی بالا میشه و همه کسایی که همراهش ایمان آورده بودن اونا نجات به کشتی میشینن، دیگر خو باور نمیکنن خود عذاب الهی را. و بعد از او خود کنعان هم به کشتی بالا نمیشه همراه حضرت نوح. و حضرت نوح برش میگه که بیا بالا شو که طوفان میشه. و بعدا میگه اگه طوفان شد من میرم سر کوها، وقت البته طوفان یا آبی که بیاید تا سر کوها نمیرسه. و بالاخره چی نمیکنه. و همیست که در قرآن عظیم الشان میخوانین که بعد از او خود خداوند برای نوح خطاب میکنه که از جمله پسران غیر صالح هست، یعنی غیر آدم صالح نیست، پشت از این رابطه. و بالاخره ای غرق میشه در طوفان کنعان. البته نام کنعان شما پسانتر میشنیم در خود مسائل تاریخی، مثلا سرزمین فلسطین سابقه به نام کنعان میگفتن. و روی همین اساس است که اگر شما شعر حافظ را اگر خوانده باشیم میگوید که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. یعنی حضرت یعقوب که به فراق حضرت یوسف که او در مصر است و بسیار ناآرام میباشه، یعنی او پس به کنعان میآید، به سرزمین کنعان، هم جایی که خود حضرت یعقوب زندگی میکردن که فلسطینی امروزی است. یعنی نام سابقه فلسطینی امروزی به نام کنعان بوده. و این کنعان از کسایی است که از اولاد غیر صالح میباشه و همراه حضرت نو به کشتی بالا نمیشه و بالاخره در همون طوفان غرق میشه. و این 3 بچهش که همراهش اولاده خود بشر امروز، مورخین اسلامی میگن که کلش از این نسل همین 3 نفر است. و کسایی که از نژاد از خود سام بن نوح به نام سامی میگن و کسایی که حام از حام از حامی میگن. امروز کلمه سامی زیادتر معمول است و حتی این در انگلیسی به نام سمیتیک میگن. و کسایی که ضد نژاد سامی میباشن میگم انتی سمیتیک. البته خود سام در حقیقت پدر خود اعراب و بنی اسرائیل میباشه به صورت مشترک، در حالی که شاید این اصطلاح انتی سمیتیک تنها یک قسم معمول شده که تنها کسایی که در ضد مسائل بنی اسرائیل باشند اینا به نام انتی سمیتیک میگم. اصلا انتی سمیتیک به صورت صحیح که آدم چی کنه، خود انتی سمیتیک یعنی ضد نژاد سام که عبارت از عرب و اسرائیل باشه. بعدا میبینین که خود نژاد عرب بالاخره از خود نژاد سام بن نوح است. و این سامی ها عموما زیادتر در خود سرزمین یک قسمتی از خود به اصطلاح انتشار پیدا میکنن و زندگی میکنن که امی مناطق عرب نشین خصوصا امی منطقه را به نام هلال الخصیب میگن. الهلال الخصیب یعنی خود منطقه خود عراق و مثلا سوریه و خود جردن امروزی و
لبنان و فلسطین و اینا به همیزه و هم چنین یک عده زندگی میکنن در خود جزیره العرب، یعنی مناطق است که خود سامی ها و اینا زیادتر در منطقه زندگی کردن. اما بعد از او اگر شما به خود عرب ببینید، خود حضرت ابراهیم پدر عرب و خود بنی اسرائیل می باشه. حضرت ابراهیم دو پسر داشت که یکیش اسماعیل بود و دیگهش عبارت اسحاق بود. و خود اسماعیل شما همه بهتر می فهمین خود آمدن اسماعیل خود به سرزمین حجاز و در اونجا سکنا گزیدن و بالاخره اولادش زیاد شدن و ازدواج و مسائل زندگیشه که بعداً این اولاد کزیه است به نام مربوط عرب میشه و اولاد حضرت اسحاق در خود فلسطین و اینا در اون منطقه میمانن و در اونجی از اسحاق یعقوب چی میشه؟ بچهش یعقوب است و از یعقوب میفهمیم که 12 پسر داشت که 12 پسرش به نام اسباد میگن. خود کلمه اسباد جمع سبت است. خود سبت از نظر لغتی به معنای فرزند، فرزند یعنی اولاده یا یک تیره یا قبیله یا طایفه رو به نام سبت میگن، سین و بی و توی. و البته جمع سبت اسباد است که کلمه اسباد در قرآن عظیم الشان هم در جزء سوره بقره در آخرین در جزء الف لام میم به صفحه آخرش که شروع خلاص میشه و به جزء سیاقول و صفحه ها شروع میکنیم در اون کلمه اسباد ذکر شده، البته در دیگه جا هم شده. و حتی در آیت مبارکی دیگه خداوند میفرمایه که وقطعناهم اثنتا عشرت اسباطن، یعنی ما آنها را 12 فرقه ساخت و امت کردیم که یعنی مربوط به اسرائیل میباشه. و به حساب یعنی پدر عرب و خود بنی اسرائیل کلش ابراهیم است. اما به صورت عموم اگر ما عام‌تر فکر کنیم، مورخین یک چی کردن، یک طبقه بندی دیگه کردن، گفتن که ما خود عرب دو قسم عرب داریم، یکی به نام عرب باعده میگن و دیگر به نام عرب باقیه. عرب باعده یعنی اعرابی بودن که اینا عرب های بودن، از کلمه باعده به معنای از این منقرض شده، یعنی که نسلشان منقرض شده، از نسلشان کسی نمانده یا یکی نشانه نیست. و او عرب باعده زیادتر کسایی بودن، مثلا شما در قرآن عظیم الشان داستانهایشان میخونید، مثلا قوم عاد و قوم سمود و و تاسین و یا کلش چندین قوم بودن که اینا در سابق زندگی میکردن و خداوند برایشان پیامبران فرستاد و اینا نافرمانی کردن و بالاخره خداوند اینا رو به عذاب گرفتار کرد و نسلشان از بین برد. اینا رو به نام عرب باعده میگن که عبارت از چیست؟ عاد، مثلا شما در قرآن عظیم الشان میخوانین که خود بعاد پیغمبر نازل شد و مثلا بر قوم سمود پیغمبر نازل شد و هر کدامشان اینا چی کردن؟ بعد هود به نام حضرت هود، هود علیه السلام پیغمبرشان هود بود که او به دعوت پیغمبر نافرمانی کردن و خداوند ایشان را به عذاب گرفتار کرد. حتی شما آیاتی را که از سوره شعرا از آیه 123 تا 134 بخوانیم، اونجا خداوند بزرگ میفرمایه بسم الله الرحمن الرحیم، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون ان لكم رسول امین فاتقوا الله واتیون خو امین رقم تا به آخر. و بالاخره این مردم چی کردن؟ این مردم نافرمانی کردن و این مردم بالاخره به عذاب خدای گرفتار شدن و نسلشون از بین رفت. و جایی که اینا زندگی میکردن خود عاد و اینا، و اینا از نظر خود ساختمان جسمی حتی در قرآن هم قوم عاد خداوند بزرگ میفرماید و تعریف کرده که واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة، یعنی بعد از قوم نوح این قسم یک طایفه به وجود آمد که به طایفه عاد بود از نسل باز نسل خود نوح، از نسل فرزندان نوح، که او در خود خلقت خود بسیار جسیم و بسیار آدمای زخیمی بودن، آدمای بسیار قوی بودن، قوی جسه بودن، که اینا در کجا ساکن شدن؟ در خود منطقه به نام احقاف.
خود کلمه اعقاف به نام خود اعقاف ما یک سوره در قرآن عظیم الشان داریم که در میان سوره اول جزء 27 جزء 27 قرآن عظیم الشان عبارت سوره اعقاف است و این اعقاف منطقه‌ای که در یک قسمت از خود جزیره العرب منطقه به نام ربع الخالی میگن، یعنی جایی که بسیار خالی بوده و کسی زندگی نمیکرده و نزدیک حضرموت. حضرموت یک از جمله مناطق است که به یمن است، یک قسمت یمن که نزدیک به خود عمان فیلی یا سلطنت عمان فیلی است و در اونجا واقع شده، نزدیک یعنی عمانی که پایتختش مسقط است. و به این ایسه به امی منطقه را به نام اعقاف یاد میشه و در این منطقه خداوند اینا را یک قدرت و یک چی داده بود که بسیار تعمیرهای خوب می ساختن، مردم به اصطلاح از نظر انجینری و تکنولوژی شهرسازی بسیار مردم قوی بودن و اینا حتی چیهای ساختن به اصطلاح بمو تعمیرهای بسیار و یا یک بناهای بسیار عجیب و غریب ساخته بودن که از این جمله حتی یکی از بناهای از اینا در خود قرآن عظیم الشان ذکر شده که به نام ارم، یعنی شهر ارم. شهر ارم در خود سوره فجر میخوانیم که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ارم الم تر كيف فعل ربك بعاد. در اینجا خداوند قصه عادر برای شما چی میکنه تشریح میده که آیا تو ندیدی که خداوند چی کار کرد همراه مردم عاد و به کدام عاد کی بود؟ کسی که ارم یک شهر ارم داشت، ذات العماد یعنی صاحب ستونها و بسیار یک بلند منزلهای بود که لم یخلق مثل آفل بلا، در او وقت مثل از اوری خلق نشده بود، شهر بسیار زیبایی بوده. و بعد از او یعنی کلمه ارم در خود قرآن و مو زیبایی شهر از اونها ذکر شده و بعد از او بعد داستانش بسیار طولانی است که چه قسم شد و بالاخره خداوند و شهر اینا را از بین میبره، مردمش هم از بین میبره. این قوم عاد بود که در قوم عاد از جمله عرب باعده یاد میشه، بازم تکرار میکنم عرب باعده یعنی عربی که منقرض شده، نسل از روی دیگه نیست و اونا به عذاب خداوند گرفتار شدن. و یکی از قومهای دیگری که عرب باعده گفته میشه عبارت قوم سمود است. قوم سمود هم کسایی بودن که اونا در یک قسمت دیگه از جزیره العرب یا زندگی میکردن و اینا در یک پیغمبری که برای از اینا فرستاده شد به نام حضرت صالح بود. حضرت صالح یعنی یک منطقه است به نام سرزمین حجر میگن و بین عربستان خود عربستان سعودی یعنی شهر عربستان سعودی و بین سوریه این مناطق یک منطقه، کسایی که در بعضی گروپ های به صورت توریستی اگر رفته باشن در اون منطقه مدائن صالح میگن، در اونجا شاید دیده باشن و این مردم اینقدر مردم کوها را گرفته بودن، سنگا را کندنکاری کرده بودن، برای خود خانه ها ساخته بودن و بسیار خود مهندسی مخصوصی که مثل که در آثار یونان میبینین در اونجا هم در همون وقت جور کرده بودن. اینا هم نظر به نافرمانی که امرای حضرت صالح میکنن و حضرت صالح قصه شطور صالح رو زیاد شنیده باشیم که بالاخره نافرمانی میکنم، اینا هم به عذاب خداوند گرفتار میشن و اینها هم از بین میرن و اینا قوم سمود است. یعنی به قوم سمود حضرت صالح به عیسی پیغمبرشان فرستاده شده بود و این هم این قوم سمود و عاد و سمود از جمله اعراب است، اعراب بسیار قدیمی است که یا اعراب از بین رفته شده یا منقرض است. اما اعراب دیگیشه که ما فعلا میبینین اینو به نام اعراب الباقیه میگم. اعراب الباقیه یعنی اعراب باقی مانده غیر از کسایی که نسلشان هنوز مانده. اینها را هم به دو قسمت تقسیم میکنن مورخین خود اسلامی. یکی عرب معاربه میگن، دیگیش به نام عرب مستعربه میگن. عرب مستعربه یعنی خود نسل حضرت اسماعیل، اینا را به نام عرب مستعربه گفته میشه و عرب معاربه یک ارتباط داره با یک قبیله یا قومی بسیار بزرگی در
عرب که عبارت از قوم قحطانی هم قحطانیون میگن، میگه قحطانیون که باز انواع و اقسام قبیله ها و ترایب های مختلفی دارن که بسیار زیاده، که اینا در یمن و در یمن اینا زندگی میکنن، و عرب مستعربه که عبارت از حضرت اسماعیل و اولادش باشه، و اینا در خود سرزمین حجاز. همه شما میدانین که خود جزیره العرب در سه قسمت تقسیم شده، یک قسمت شرقیش به نام نجد میگن که از ریاض پایتخت عربستان سعودی و تا قسمت های خود امارات که فعلا هست و قسمت های شرقی گفته میشه، و یک قسمت غربیش که عبارت از مکه مکرمه، مدینه منوره و جده و طائف، این قسمت ها ای را به نام حجاز میگن، و قسمت جنوب جزیره العرب به نام یمن است که من همه شما از نظر جغرافی میفهمین که کجا قرار داره. و حالا به خود قبیله قحطانیون یا که از جمله عرب معاربه است، اونها در سرزمین یمن زندگی میکردن، و قبیله که مربوط عدنانیون میگن عدنان، و اونها در سرزمین حجاز. چرا عدنان؟ عدنان یکی از خود اولاد حضرت اسماعیل است، و اولاد حضرت اسماعیل یکی از اولاداشون به نام عدنان نام داشت، و بالاخره باز میبینین که باز اولاد مدت زیاده که تیر میشه، خب اولادشان زیاد میشه، و قبایل مختلف عربی که در آنجا چی داره، همون قسم است که میبینیم حتی خود قریش هم ارتباط به او میگیره، و خود عدنان یکی از جد یا یکی از پدرکلانهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که نسبشان نظر به تاریخ نویسا و مورخین و اینا، نسب خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عدنان میرسه، که باز عدنان میرسه به حضرت اسماعیل، یعنی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرزند حضرت اسماعیلن، و بالاخره عدنان یکی از جمله چیاش به نام عدنان. و این بود از خلاصه ای از خود راجع به ای که اقسام یا یک انواع نوع بشر که بعد از خود حضرت نوح میمانه، از نظر مورخین بشریت اسلامی خدمت شما خلاصه به عرض رسانیده شد. البته بازم میدانیم که زمان خداوند بزرگ در قرآن عظیم الشان خود پیامبرایی که ذکر میکنه، زیادتر پیامبرایی که ذکر شده در خود یک تعداد پیامبرا ذکر شده، اما یک تعداد پیامبرا ذکر نشده. خود خداوند خودش هم میفرماید که بعضی از پیامبرا رو ما ذکر کردیم، بعضی رو نکردیم. میفهمیم که تعداد پیامبرا زیاد است. فقط از او 25 نفرشان در خود قرآن عظیم الشان ذکر شده و دیگاهش ذکر نشده، اما ایمان ما و شما به تمام پیامبرایی که ذکر نشده و شده به همی است، کلش قبول داریم. اون واسطه است که میگم آمنت بالله ملاکتی و کتبی و رسولهی، وقتی که رسول میگه تمام پیغمبرها، هر کس که باشه، اگه 1,24,000 است، اگه 1,20,000 است، اگر زیادتر است، هر چی که هست ما به اون ایمان داریم. این جزی از ایمان ما به شماست که باید ایمان داشته باشیم به پیامبران و پیامبران خداوند که فرستادن برای رهنمایی خود بشر. شما میتونید که خود قصه های خود عاد و سمود و یعنی اعراب قدیمی را در خود تفاسیر و یا هر کس، البته اکثری را میدانم که الحمدلله تفسیرهای دارن، تفسیرهای مختلفی با قصص قرآن دارن، البته قصص هایی که ثابت هست به صورت، البته بعضی قصص الانبیا هست و بعضی روایات دیگه با او اضافه شده، و اما البته کتب قصص الانبیایی که کاملا صحیح و درسته برای همه شما معلوم است، مؤلفش کی باشه، کی نوشته کرده و کی رو تایید کرده، و باید از اون میتونین از روی از اون مطالعه کنین کل احوال و اوضاع خود امتهای قبلی را. موضوع دیگری که خدمت شما میاییم به اصل موضوع که خود راجع به خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ما گفتیم که در این ماه مکمل سر از این مسائل گپ بزنیم. الحمدلله که امسال بسیار در همه جای، در همه نقاط جهان، در همه نقاط، در همه جایی که می‌بینیم، اینقدر با شکوه این ماه چی شده
بسیار برگزاری شده و کنفرانس های میلاد گرفتن، کنفرانس سیرت النبی گرفتن، به اصطلاح امو سیرت پیامبر بیان کردم، زندگانیشان و تمام چیزهایی که لازم بود، یعنی احساس محبت و دوستی خود را مسلمان و اینا نشان دادن برای پیامبر، که یکی از جمله ضروریات ما و شماست که باید محبت پیامبر در قلب ما و شما باشه. ما خلاصه چند ورق درست کردیم که ما خلاصه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت سال در سال مثلا شروعش میشه که از تولد تا بعثت نالی. ببینید که اول پیامبر در سال 570 میلادی، یعنی 40 سال قبل از بعثت، مطابق با عام الفیل تولد میشه. پدر حضرت پیغمبر خودشون میدن عبدالله، پسر عبدالمطلب است. بسیاری عبدالمطلب، یعنی به بعضی مطلب، یعنی از نظر لغتی مطلب درست نیست، باید مطلب خوانده شه. و خب خود پدر حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به 25 سالگی در خود مدینه منوره در یثرب فوت میکنه. مادر حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام آمنه، دختر وهب است و زهری. و در آن زمان، در وقتی که پدرش فوت میکنه، وقت حضرت پیغمبر یعنی هنوز تولد نشده، یعنی خود بیبی آمنه حامل است. و در همه شما میدانین که در همون سال فیل ابرهه الاشرم حبشی میخواهی که به حمله کنه به خود کعبه، که بعداً میبینین که خداوند مرغان را میفرسته، مرغان را کور از بین میبرن، که به نام میتونین که در سوره الانترکیف یا سوره فیل و اینا مطالعه کنه. و تولدشان هم میفهمیم که بازم زیادتر روایت هم ایست که 12 ربیع الاول بوده، روز دوشنبه متولد میشن. حتی روز دوشنبه یک حدیثی است در خود صحیح مسلم که یکی از اصحاب پرسان میکنه که یا رسول الله، شما روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیریم، آیا روز دوشنبه چرا روزه میگیرین؟ میگه من همین روزی است که من ولادت شدیم و به همین روز من مبعوث شدم. و دیگه در سال 574 هجری، 574 یعنی 36 سال قبل از بعثت، در همون وقت، یعنی به 4 سالگی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اینا به خود سرزمین در قریش در نزد حلیمه سعدیه، در اونجا به تربیت از یا بودن که او را به شیرخوارگی سپرده بودن و پرورش میابند، برای از اینکه آموزش زبان و آموزش قواعد نحوی و بالاخره آموزش خود محیط صحرا و اینا بسیار خالص بود. یعنی اگر عرف و عادت عرب بود که بچه های خود جروان میکردن و در اونجا باید پرورش میافت. و در این وقت است که معجزه بزرگ که رخ میده، معجزه شستشوی قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام انشراح صدر یاد میشه که همه شما میدونید. در سال 576 عیسوی، یعنی 34 سال پیش از بعثت پیغمبر، در 6 سالگی پیغمبر همراه مادرش به یثرب که نام قدیمی مدینه منوره است، در اونجا سفر میکنه که تا اینکه اقوام و نزدیکای مادر خود در اونجا دیدار نمایه. و در اینجا پیغمبر پسرای مامای خود میبینه، چون ماما خیل پیغمبر در خود مدینه منوره بودن. و در اینجاست که در بین راه خود مادرشان در منطقه است به نام ابوا، البته کسایی که در حج و مشرف شدن در زیارت مدینه منوره در بین راه میبینن که اونجی خود یک لوحی هست که ابوا نوشته است که کدام راه میره در بین مدینه منوره مکه مکرمه، در اونجی مادرشان فوت میکنه. اما پیغمبر تحت سرپرستی جد خود عبدالمطلب قرار میکنه. اما 32 سال قبل از بعثت، یعنی سال 578 میلادی، پیغمبر در سن 8 سالگی 8 سال است که عبدالمطلب جد نفوت میکنه و کاکای پیغمبر سرپرستی از او را که ابو طالب است، پدر حضرت علی رضی الله تعالی عنه، او را به دوش میگیره. و در سال 582 میلادی عیسوی، یعنی 28 سال قبل از بعثت پیغمبر، در سن 12 سالگی
پیغمبر همراه کاکا خود ابو طالب به سفر تجارتی شام میره تابستانی. به اونجی در او وقت است که همون راهب مسیحی که به نام بحیره میگن او را ملاقات میکنه و بعد از او ای مشناسه به علاماتی که در خود انجیل خوانده بوده، در خود بایبل خوانده بوده، ای را مشناسه و بعد از او میگه پیغمبر آخر زمان است، باید متوجه ازی باشین که کسی به ای چی نرسانه. و به یک کلمه دیگه میگه که این کسی است که خدای یگانه آن را رحمت برای عالمیان میفرستد. این راهب مسیحی که را شناخته این کلمه را در اونجا میگه. در یکی از جنگ هایی که در بین خود دو قبیله قریش و کنانه رخ میده، هم حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در پهلوی اقوام خود در اونجا هست و خود پیغمبر در جنگ اشتراک نداره. البته بعضی تیرها و بعضی چیزها رو چون فرزند به اصطلاح خرد است، خردسال است، در اونجا در جنگ که به نام حرب الفجار میگن در اون اشتراک میداشته باشه. و بعدا یک معاهده ای که به نام حلف الفجول میگم در اونجا در اونجا رخ میده که جنگ یا از بین میره و بالاخره معاهده برای متارکه جنگ میکن. و در سال 595 میلادی، یعنی 15 سال قبل از بعثت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 15 سال قبل از بعثت خود به حیث نماینده تجارتی و نماینده تجارتی بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به سفر سوریه و شام سفر میکنه و در اینجی در این وقت است که زمانی که پس میآیند اوصاف ازیر غلامی که همراهشان بوده برای بی بی خدیجه و اینا قسم میکنه، کل بعضی علایم را که میبینه. حضرت بی بی خدیجه در او وقت است که پیشنهاد ازدواج برش میدن، در حالی که حضرت بی بی خدیجه قبلا دو مرتبه ازدواج نموده بوده و البته چی میباشه با حضرت پیغمبر ازدواج میکنن و که تقریبا بی بی خدیجه 40 سال داره و حضرت پیغمبر 25 سال. و در سال 605 هجری 605 عیسوی یا میلادی، یعنی 5 سال قبل از بعثت به 35 سالگی، او واقعی مسئله حجر الاسود واقعی که دوباره ساختن خانه کعبه در رخ میده که مسئله حجر الاسود کی ایره بانه که او را هم شما میفهمید که باز به راهنمایی و یایی که نظری پیغمبر چی میکنن اما خود قریش و اینا او کار انجام میدن و باعث از این میشه که اختلاف و جنگ و زد و خورد از بینشان رخ نده. و اگر این مسئله نمی بود البته یک زد و خورد کلان رخ میداد، بر هر قبیله میگفت که باید من پیش دست شوم، هر کدامش که من سنگ رو در جاش بانم. البته در اون وقتم قریش کعبره با پول دواره که بازسازی میکردن، در حالی که در همو جامعه یعنی حرامخوری و ربا و سود و مسائل بسیار منکرات زیاد رواج داشت، اما قرار به همی بود که باید این پول را خرج میشه که دواره میخواییم به کعبه را بسازیم پول پاکی باشه که هیچ کدام آلودگی به این بزنس های منحرف و اینا نداشته باشه، یعنی از پول پاک باید این چی کنیم. و همون واسه بود که از اون پولی که جمع میکردن اون پول پاک خود به تعمیر کعبه خرج میکرد. خب در سال 608 میلادی، یعنی 2 سال قبل از بعثت، در 38 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان در غار حرا به تنهایی میره برای عبادت و اینا و بعد از او پس میایه چند شب میمانه و بعد میایه و بالاخره همیست که بعد از مدت پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاخره به جبرئیل وحی میاره و به پیامبری مبعوث میشه. و زمانی که پیامبر زیادتر وقت از او غار حرا و پایین میشه، امی سنگ و چوب و درخت و امیگی برش السلام علیک یا رسول الله میگه، برای پیامبر سلام میگه.
در سال 610 تا 613 میلادی، 3 سال اول بعثت، از 40 سالگی تا 43 سالگی، و در سن 40 سالگی اولین وحی بر پیغمبر در غار حرا نازل میشد. خدیجه حضرت پیغمبر را نزد ورقه بن نوفل میبره که این شخص عالم به دین یهود بود و عیسوی بود. ورقه پیغمبر خدا را میگه که این وحی خداوندی است و تو پیغمبر مرسل هستی و تو یکی از آنها هستی، و بعد از او میگه که ای کاش من زنده میبیدم که من تو را میدیدم که تو را از اینجا بیرون میکنن. و واقعا چون او خوانده بود در خود کتابهای عیسوی خود که پیغمبر بالاخره از مکه قومش بیرون میکنن و هجرت میکنن، در این وقت است که در حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسائل وحی و بعثت خود را فرستادن، وقتی که قسم میکنند، وقتی که میان که از جبریل به ما وحی آورد، اولین کسایی که به ایمان آوردن 4 نفر است. یک زن است، یکی حضرت ابوبکر است، یک غلام است و یک طفل است، از 4 طبقه. خانم حضرت ابوبکر، حضرت خدیجه کبرا خانمشان است که ایمان میاره برش، و حضرت ابوبکر صدیق یک آدم کلانسال است که رفیق و دوستشان از زمان خوردی بوده ایمان میاره، و از جمله غلامایشان زید بن حارثه که در او غلامشان بود، او برشان ایمان میاره، و دیگهش حضرت علی بن ابی طالب که یک طفل خردسال است، او ایمان میاره. از 4 طبقه 4 نفر اینا ایمان میاره. این هم یک حکمت داره. و بالاخره پیغمبر و ابوبکر صدیق دیگران را مخفیانه به اسلام دعوت میکنه. در اون وقت هنوز امر نشده بود که تو به صورت واضح اسلام را چی کن، به صورت مخفیانه نظر به وحی خداوندی اینو دعوت میکنن. و به اثر دعوت حضرت ابوبکر صدیق پیغمبر، چند نفر از کلانای اون منطقه ایمان میآورند که حضرت عثمان بن عفان، خود خلیفه سوم اسلام، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبید الله. اینا به نظر به دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی اینا ایمان می آورد. و حضرت ابوبکر شخص بسیار فهمیده و عالمی بوده، خصوصا در مسئله شعر و در مسئله نسب شناسی و در تاریخ عرب بسیار وارد بود. در شعر، نسب شناسی، تاریخ عرب، این چیزایی بود، این علوم ممتازی بود که یک نفر اگه یاد می‌داشت در اون وقت، از جمله کسایی بود که بسیار شخصیت مهم بود. البته حالا هم کسی که از نظر علمیت بالا باشه یک امتیازی داره. در همین سال است که حضرت بی بی فاطمه، فاطمه زهرا، دختر حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تولد میشه. البته شما همه میدانید که تمام اولادای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خود بی بی خدیجه بودن، و به استثنای یک بچهشان که به نام ابراهیم بود که از بی بی ماری قبطیه در مدینه تولد شد، و دیگه اولادایشان که 4 دختر و 2 پسر بود، کلش از بی بی خدیجه بودن. 2 پسرشان که عبارت از یک اول قاسم بود و دیگهش به نام عبدالله، که باز به نامهای لقبای طیب و طاهر هم یاد میشه. بعضی مردم اشتباه میکنن، فکر میکنن طیب و طاهر و عبدالله 3 نفر هستن، اما زیادتر خود عبدالله نامش بوده و طیب و طاهر لقبشان بود. و 4 دختری که داشتن، حضرت زینب بود، ام کلثوم بود، رقیه بود، و دیگهش هم بی بی فاطمه بود، و اینا کل اولاد بی بی خدیجه بودن. بعد از این چند نفر دیگه هم از اشخاص از اصحاب بزرگ که همیشه ما و شما میشناسیم، اونا ایمان میآوردن. یکی ابو عبیده جراح، ارقم بن ابی الارقم، حتی ارقم بن ابی الارقم از جمله کسایی است که خانه خود را برای تبلیغ دین به صورت پیغمبر واگذار میکنه که شما بیاین به صورت مخفی. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در اونجا مخفی به صورت خفیه دعوت اسلام میکردن، و خانه خود وقتی هاشون قرار میده. یعنی ارقم بن ابی لقب دیگه، عثمان بن مزعون است به همراه 2 برادرش، عبیده بن حارث است دیگه، سعید بن زید است که از جمله اشری مبشر سعید بن زید است، و جعفر بن ابی طالب برادر حضرت علی، یعنی پسر ابی طالب است،
و دیگه خباب است، دیگه عبدالله بن مسعود است. عبدالله بن مسعود از جمله جوانهای بسیار فقیه و بزرگی که از جمله فقهای صحابه و ای بسیار به جوانی بسیار به وقتا، یعنی از جمله کسایی است که اول ایمان آورد. دیگه فاطمه بن خطاب است، خواهر حضرت عمر رضی الله عنه هم ایمان میارند. دیگه مصعب بن عمیر است، اینا به اسلام مشرف میشن در همین سال. در سال 614 میلادی که سال چهارم بعثت، یعنی 44 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، بعد از اینکه آیت نازل میشه که تو مردم رو دعوت آشکارا به اسلام دعوت کن، تا این وقت مخفی بوده، یعنی 3-4 سال به صورت مخفیانه مردم رو دعوت میکردن، در این وقت بعد از اون خداوند امر میکنه، وحی میشه که تو به صورت آشکارا دعوت کن. و در سال بعدی که آشکارا دعوت میکنه، خب باز بسیار مشکلات زیادی هم میبینه که مردم او را اذیت میکنن، کفار قریش و کسایی که چی بودن، و همین واسطه است که نظر به اذیتی که خود مشرکین قریش اینا را میکنن، اولین مهاجرت مسلمانان به حبشه رخ میده که حضرت پیغمبر میگه شما برین به حبشه، که اونجا یکی از پادشاه‌های که آدمی که عدالت می‌داشته باشه، البته او مسیحی بود در اول، و در اونجا شما برین که عبارت از 11 مرد و 4 زن می‌باشه که از راه دریا اینا میرن به حبشه و اونجا مهاجرت میکنن. و در بین کسایی که مهاجرت میکنن در هجرت اول، حضرت عثمان بن عفان با خانمش که رقیه، بیبی رقیه رضی الله تعالی عنها، دختر حضرت پیغمبر است، هم می‌باشه. اما دومین مهاجرتی هم رخ میده برای در مسلمان. در این وقت 82 مرد همراه 18 زن اینها هم مهاجرت میکنن، میرن به حبشه، که بعد از او با داستان مهاجرتشون شما خبر دارین که بعد از او خود کفار قریش میخواستن از خود نجاشی یا یک پادشاه حبشه که اینا رو دواره پس بفرسته، و او بالاخره دلائل میخواه، حضرت جعفر بن ابی طالب که در امون جیغ باز تشریح میده خود اصول اساسی دعوت پیامبره، و خود او وقت است که نجاشی میگه چیزاییست که ویایی مسائلیست که حتی سوره مریم میخوانه راجع به تولد حضرت عیسی، و نجاشی میگه چیزی که ما هم قبول داریم، ما در چیستم شما هر جایی که میخواییم زندگی کنیم، ما به شما کمک میکنیم، کسی به شما آزار رسانده نمیتونه. و در سال 616 میلادی، یعنی سال ششم بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی در 46 سالگی پیغمبر، حمزه بن عبدالمطلب، یعنی کاکای پیغمبر، حمزه سید الشهدا که میگن، که در جنگ خود احد شهید شدن، به اسلام مشرف میشه. این آدم بسیار شجاع و توانا بود، بسیار موثر است. و حضرت عمر بن خطاب 3 روز بعد از حضرت حمزه هم چی میشه؟ او وقت است که یعنی خود حرکت دعوت اسلامی قوی تر میشه، چون این اشخاصی بودن بسیار شجاع و بسیار مهم و بسیار چی در خود قوم خود بودن، بعد از او در حقیقت کمر مشرکین شکسته میشه در این واسطه. و در همین وقت است که چون مردمی که در حبشه رفتن در اونجا در حالت هجرت زندگی میکنن در نزد پادشاه حبشه، در سال 616 میلادی، ای خود قریش امر آسر که هنوز او وقت مسلمان نشده بود، به حیث یک سفیر به نزد پادشاه حبشه نجاشی میفرستند که با مهاجر مسلمان رو پس به مکه بازگردانه، که اونمو بالاخره این توتی از او خونسا میشه. و پیشترم گفتیم که حضرت جعفر بن ابی طالب بازمو سوره مریم رو که میخوانن و به اصول اساسی دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای نجاشی تشریح میدن و تصدیق میکنن. و در سال 617 میلادی، سال هفتم بعثت است، یعنی 47 سالگی پیغمبر، در اخیر این سال قبائل خود قبیله ها یا قبیله های مختلفی که در خود مکه بودن اینا پیمانی را بستن که تا مسلمان ها را تحریم کنن، گفتن که ما ای میخواهی که دین سابق ما را از بین ببره، رد میکنه خود خداهای ما را، بتهای ما را رد میکنه، ما باید تصمیمی بگیریم که اینا تجرید شوند. میگن تحریم میکنن، نه برایشان
غذا و نان میفروشن، نه به اصطلاح ارتباط دارن، نه چی، یا مجبور میشن که در یک منطقه به نام شعب ابی طالب، یعنی قلعه یا جا خانه هایی که مربوط ابی طالب بوده، به اونجا تبعید میشن و در این وقت که مدت 3 سال اینا در حالت تبعید به سر میبرن و حضرت بی بی خدیجه تمام دارایی را که داره در این وقت کامل صرف تبلیغ اسلامی میکنه و بسیار اینا در بسیار به مشکلات حتی غذا برای خود تهیه میکنن، از خاطر از کسی برشان چیزی نمیفروخته، چیزی نمیداده، به اصطلاح یک تحریم بوده. و در سال 618 و 609 میلادی، سال 8 و 9 بعثت، یعنی سال 48 سالگی تا 49 سالگی پیغمبر تحریم دوام میکنه. در سال 10 بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این تحریم اینا ختم میشه. اما 620 سال 620 میلادی سال غم و حزن پیغمبره. چرا؟ در همین سال است که 2 نفری که به اصطلاح سپورتر پیامبر بود اونا را از دست میدن. یک خانومشان حضرت بی بی خدیجه وفات میکنه رضی الله تعالی عنه، و دیگر ابو طالب وفات میکنه. در این وقت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این وقت غمگین میشن. این واسه است این سال به نام سال ام الحزن میگن. و در این وقت هم که بالاخره تحریم برطرف میشه، یک قسم کم پیمانی که اینا کرده بودن در دیوال خانه کعبه آویزان کرده بودن که کاملا مقاطع شوه، این موریانه میخوره غیر از جایی که لفظ الله نوشته است. و بالاخره وقتی که یا میبینن پیمان واز میکنن از خود خانه کعبه، میگن کاملا از بین رفته و خورده شده و از اون به اصطلاح پیمان لغو میشه و چیز برطرف میشه. در همین وقت است که چون حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مدت بعد از وفات تا زمانی که بی بی خدیجه وفات نکردن، هیچ وقت خانم نگرفتن. بعد از این دومین خانمشان که بعد از بی بی خدیجه گرفتن حضرت سعودی بن جمعه بود که با او ازدواج میکنن و بعد از او نظر به وحی خداوند جبرئیل که برای چی میکنه، به امر جبرئیل باز بعد از خود سعودی بن جمعه با بی بی عایشه نامزد میشه. در این وقت که پیغمبر به طائف میره برای دعوت اسلام و بعد از رنج ها و زحمت های میبینه که همه شما قصه طائف رو شما مفصلا همش دیدین که چقدر پیغمبر آزار میدن و بالاخره پس به مکه و اینا تشریف میاره. و در همین وقت هست که یکی بعد از واقعی خود آمولهوز، یعنی بعد از واقعات بزرگی که مثلا از طائف برمیگردن و بعد از دو سپورتر خود از دست میدن به اصطلاح با غم و اندوه که احساس ضعف میکنن، او وقت است که خداوند بزرگ برشان یک تحفه و یک چی دیگه میده که بعد از حادثه اسراء و معراج رخ میده. و به امی اسراء و معراج است که بعد از او اینها خداوند بزرگ 5 نمازی که ما شما فعلا میخوانیم در امی حادثه خداوند رو با ما شما فرض میکردن. البته این واقعاتی بود که در خود زندگانی یا حیات مکی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رخ داد. البته حیات مدنیشان و شروعی از این که هجرت و مسائلی که تا آخر در مدینه به صورت تاریخوار چی واقعات رخ داد و جنگ ها و غزواتی که پیامبر کردن به صورت خلاصه با ذکر خود تاریخشان انشاءالله در هفته آینده خدمت شما به عرض میرسان. و این بود مسائلی که امروز خدمت شما به عرض رسانیدیم. و باز هم یکی از وظایف ما و شما هم است که در هر وقت، در هر زمان، در هر وقتی، نه تنها در ماه مبارک ربیع الاول، در تمام ماه، در تمام سال، هیچ وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم از صلات و درود و اینا فراموش نکنید. هر وقتی که وجود داریم، چی می باشیم، چی در راه، چی در نماز خوبی از او، در تمام وقت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إيه بهترين درود است که برای پیامبر میفرستیم و حتی چندین بار خدمت شما گفتیم که هر کسی که درود برای پیامبر یک مرتبه میفرسته خداوند 10 برابر برش رحمت نازل میکنه. تشکر میکنیم از خود امید جان ارشاد که برنامه رو پخش کردن و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. روز خوش و شب و روز خوشی داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.